ای خالق کائنات، ماهت را در سپهر بی پایانت می ستایم. آن هنگامی که به گونه گویی کامل در می آوری. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، بعد از یک سری مطالبی در خصوص باستان، این کلیپ رو در رابطه با تاریخ به وجود اومدن برخی کشورها رو خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم این اعداد رو که میشنوید به خاطر بسپارید و در پایان مطالبی رو عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که افتخار بکنید به این که در این کشور هستید و به نوعی یک ایرانی تمام عیار. خدمتتون عرض بشه که کشورها از بقایای متلاشی شده امپراتوری های فروپاشی شده تشکیل شدند و تعیین قدمت و سن یک کشور مسلماً کار ساده ای نیست. لذا مورخینی اومدن زمان پایه‌گذاری یک حکومت رو در کشورهای مختلف اومدن تعیین کردن و تمام اعداد و ارقامی که بنده یادداشت کردم و حضورتون تقدیم می‌کنم، همه اینها اعداد و ارقامی هستند که دقیقاً توسط خود غربی‌ها انجام شده. در رابطه با اینکه عرض کردم یک کشور چطوری به وجود میاد، خدمتون گفتم کشورها از بقایای متلاشی شده یک امپراتوری فروپاشی شده. ببینید، ما ایالات متحده امریکا رو داریم که دقیقاً زمان پایه‌گذاری رسمی این کشور سال 1766 بود که 13 تا مستعمره از بریتانیای کبیر جدا میشن و کشوری رو به وجود میارن به نام ایالات متحده امریکا. و قدمت این کشور، دوستان گرامی، 257 سال هست. خب، حالا ما بریم سراغ کشورهایی که قبل از میلاد مسیح به وجود اومدن. ما کشور سن مارینو رو داریم 301 سال قبل از میلاد مسیح. هندوستان رو داریم 330 سال قبل میلاد مسیح. یونان 337 سال قبل از میلاد مسیح. ژاپن 660 سال قبل میلاد مسیح. خدمتتون عرض بشه افغانستان 678 سال قبل میلاد مسیح. سوریه رو داریم 850 سال قبل میلاد مسیح. بعد دوستان گرامی، ارمنستان 858 سال قبل میلاد مسیح. اصلا فکر میکردید کشوری به نام ارمنستان 850 سال قبل میلاد مسیح قدمت داشته باشه؟ بعد از ارمنستان اتیوپی هست 980 سال قبل میلاد مسیح. اتریش، همینی که وین، دادگاه نمیدونم اون که لاهه بود اسخایی میکنم، ویان که خیلی از سیاست مداران اروپایی در اونجا مستقر هستند، خدمتتون عرض بشه اتریش 976 سال قبل میلاد مسیح پایه‌گذاری شده. مجارستان 1001 سال قبلش. مغولستان، دوستان گرامی، 1206 سال قبل میلاد مسیح پایه‌گذاری شده. تایلند 1238. گرجستان 1300 سال قبل میلاد مسیح. 1300 سال.
بعد میاد چین 2070 سال قبل میلاد مسیح، کره ها 2333 سال، که همیشه بین کره و چین اختلافی هست که چینی ها میگن ما قدمتمون از شما بیشتره، اما قدمت کره از چین بیشتر هست و همین سریال هایی که میسازن و در کشور ما طرفداران بسیاری داره، مثل جومونگ و مثل اون یکی دیگه کی بود؟ حسانیانگ و چی بود اسمش؟ نه یانگوم، نه یکی دیگه بود، خلاصه یانگوم و جواهری در قصر رو اینها رو میسازه برای اینکه ثابت بکنه که قدمت کره از چین بیشتره. خدمتتون عرض بشه که ویتنام 2800 سال قبل میلاد مسیح، بعد میره به مصر که 3500 سال قبل میلاد مسیح و میرسیم به کشور خودمون 3900 سال قبل میلاد مسیح، پس از فتح بابل و فتح امپراتوری ماد و لیدیه، امپراتوری ایران تشکیل میشه با 3900 سال قبل میلاد، که خدمتون عرض بشه که کشور ما قدمت داره و ایالات متحده امریکا به 260 سال هم نمیرسه. کشورهای حاشیه خلیج فارس به 100 سال هم قدمتشون نمیرسه، البته برخی. در هر حال به کشورمون میبالیم. همینطور دوستان افغانی بنده 678 سال، کشوری هست بسیار با قدمت بالا و مردمانی نیک. در هر حال میخواستم عرض بکنم تمامی این موارد رو، تاریخهاش رو خود غربی ها گفتن و این اعداد رو من حضورتون عرض کردم که به میهنمون ببالیم با این همه قدمت، با این همه هنری که نیاکان ما داشتن. و حالا در اون زمان به نوعی کشورگشایی مرسوم بوده، اصلا بحث بر کشورگشایی نیست، اما همین که ما در سردر سازمان ملل شعر ما در اونجا خودنمایی کنه، همین که کوروش ما خودنمایی کنه، همین که خواجه نصیر الدین طوسی ما، همینطور ابو ریحان بیرونی ما، ابو علی سینا رازی، همین که به نوعی کتاب‌های این اساتید برجسته ایران رو دارن در کشورهای پیشرفته صنعتی تدریس میکنن، این مایه افتخار ماست. پس ما دوستان گرامی بایستی یک ریکاوری بکنیم و بعد از ریکاوری مجدداً جزو نام‌آورانی باشیم، مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل سعدی و و و. ممنونم از همه شما، سپاسگزارم از تک تک شما که نشستید پای این کلیپ، و به خودتون افتخار بکنید که یک ایرانی تمام عیار هستید، یک فارسی زبان هستید، یک افغانی هستید و یک تاجیکی. ممنونم از شما، لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان که به زودی تحقق خواهد یافت. رضا ابراهیمی، آرزوی موفقیت و آرامش دارم در زندگی تک تک شما خوبان. حق نگهدار.